به دوستای عزیزم و با آخرین قسمت از آموزش ادوب XD همراهتون هستم. میخوایم که با هم دیگه یه جمع‌بندی داشته باشیم خیلی کوتاه و بتونیم پروژه خروجی بگیریم و یه پروژه که با ادوب XD هم زده شده رو بهتون نشون بدم. با من همراه باشید. و نکته دیگه میخواستم تشکر کنم از اینکه تو کانال سابسکرایب کردید، لایک کردید، کامنت گذاشتید و از من حمایت کردید. و دیگه آموزش های ادوب XD دیگه میشه حالت تیپس اند تریک، به قول معروف چیزای ویدیوهای کوچولو کوچولوی 10 دقیقه درست میکنیم، 0 تا 100 کار انجام میدیم و با هم دیگه دو قسمت تیپس اند تریک به اشتراک میذاریم که اونجا هم باز به حمایت شما احتیاج دارم و هفته بعدو آماده دارم میکنم خودمو که از دو هفته بعد آموزش گیتو شروع کنم. پس با من همراه باشید و همچنان لایک و به قول معروف بکوبید. مرسی. ما پس تا اینجای کار رو با هم دیگه انجام دادیم. تو قسمت قبلش یه انیمیشن درست کردیم که یه باری ببینیمش که چی شد. اومدیم توی پروتوتایپ، این باکس سوار کامیونی شد و رفتش. این تا اینجای کار بود. بعد اومدیم منو درست کردیم و بقیه ماجرا که تو قسمت قبل حتما پیشنهاد میکنم ببینید، چون واقعا توی پروژه ها به درتون میخوره. پس اومدیم ابتدای کارمون، اومدیم نرم‌افزار ادوب XD رو نصب کردیم، با یه سری المان‌ها آشنا شدیم، با شیر آشنا شدیم، با دیزاین چجوری دیزاین کنیم از این المان‌ها استفاده کردیم، پلاگین‌ها رو نصب کردیم و لیات و گرید و اینجور چیزا رو بهتون توضیح دادم. الان میخوام، حالا ما با این فرض میخوایم بریم جلو که الان ما پروژه‌مون آماده است و میخوایم ازش خروجی بگیریم، چی کار میکنیم؟ من میخوام یه کار خیلی ساده بکنم. مثلا من میخوام از این عکس خروجی بگیرم. میام چیکار میکنم؟ روی عکس کلیک میکنم، فایل رو میزنم، اکسپورت، سلکت، میاد اینجا. خب حالا توی اینجا شما میتونید انتخاب کنید که SVG میخوای، PDF میخوای یا JPEG میخوای، که من پیشنهاد میکنم SVG استفاده کنید، ولی اگر نمیخواید میتونید از JPEG استفاده کنید، ببینید چه رزولوشنی براتون، کوالیتی براتون بهتر هستش. برای وب معمولا بین 68 رو استفاده میکنن، ولی اگه خیلی براتون اوکی که هم 100% هم میتونید انتخاب کنید، ولی پیشنهاد روی 80. دومی چیز اینه که اکسپورتشه، میتونید اکسپورتش اون چیزی که هستش نیم ایکس بشه، نصفش تقریبا، یک ایکس، یک و نیم ایکس، و حالت موبایل iOS و اندروید که اینا حالت های استاندارد همون میشن، یا یعنی اینکه 4 برابر میشه اون. این از این. دومین چیزی که میخوام برای خروجی بهتون بگم، من اصلا میخوام این آرت بورد ها رو خروجی بگیرم برای یه نفر بفرستم. خب چیکار میکنم؟ میام روی این صفحه گری که هستش، توسی که هست، کلیک میکنم اکسپورت، میبینی این دوتا غیر فعال میشه، آل آرت بورد رو میزنم. حالا میخوام از آرت بوردم خروجی بگیرم. خب اینجا الان میخوام من خروجی بگیرم. خروجی چی میگیرم؟ PDF میگیرم. سینگل اور مالتیپل فایل. یه دونه PDF میخوای یا چند تا PDF؟ تعداد آرت بورداتون. من میگم یه دونه من بده. تو همینجا من خروجی رو میگیرم. من بازش کنم. بیارم صفحه. میکنید؟ دقیقا همون شدش. میبینید؟ همون صفحات. دوید کوچیکش کنید. قشنگ زوم آوت کنید. ببینید میبینید دقیقا همون پیدا شدش. اینه یه خروجی دیگه. قسمت بعدی که الان میخوام بهتون یاد بدم، قبل از اون که بهتون یه چیز رو یاد بدم، لایک و سابسکرایب یادتون نره، دکمش همین پایین هست و زنگوله هم بزنید که وقتی که آموزش جدید میذارم حتما براتون نوتیفای بیادش. خب بریم ادامه. الان من میخوام یه کاری بکنم که این تریکه انجام دادم و با دیولوپرم شیر کنم. چیکار میکنم؟
میام تو قسمت شیر. من قبلا کار انجام دادم، روی پروژه دیگه همین این موارد رو براتون انجام میدم که دقیقا متوجه حالت دیزاین هستش. باشه، این تا اینجا. من میخوام با دیولوپرم شیر کنم، میذارم تو حالت دیولوپری موبایل، میگم فعلا میخوام لینکش رو پابلیک بذارم، یا اینکه نمیتونید به هر کسی که دلتون بخواد اینو بفرستید. لینک رو میزنم، چون الان بر من ساخته دیگه، هم نمیسازه. خب کپی رو میزنم، قاعدتا باید بسازه، حالا خیلی مهم نیست، رو پروژه بعدی تست میکنیم رو همین الان. روی کروم بازش میکنم، میارمش اینجا. خب اون چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم این بودش. این چیزی هستش که اون دیولوپر میبینه و قشنگ متوجه میشه که شما چی میخواید ازش. من میام رو صفحه که رنگ هستش، کدو میزنم، میبینید قشنگ به دیولوپر میگه که شما از چه رنگایی استفاده کردید، حتی از چه فونتی استفاده کردید، و اگه روش تپ میکنید چه حالتی به وجود میادش. خیلی باحال دیگه این اینتراکشنی که نشون میده رو. میبینید سایز همه چی رو براتون نشون میده. اینجا هم میتونید کامنت بذارید براش، یا اون دیولوپر برای شما کامنت بذاره، برای شما که دیزاینر هستی مثلا، نمیدونم اینو مثلا رنگش رو عوض کن، یا هر چیزی که خودشون فکر میکن، بین خودتون هستش این. این تا اینجا. و این خیلی خیلی چیز باحالیه دیگه، شما میتونید این کار بکنید، طرحتون شیر کنید بدون اینکه دونه دونه بیاید اینا رو براش بنویسید یه جایی. همه چی اینجا هستش و میتونه استفاده کنه. حالا از اینجا میتونید RGB و اینجور چیزاش هم رنگا رو عوض کنید که بر اساس اون کد بهتون رنگا رو معرفی کنید. ما هم هکس میذاریم. الان اون پروژه جدید رو باز میکنم که تو اینترنت دانلود کردم، اونم بهتون نشون میدم که شیر رو و اینکه با اون دیولپرتون بخواید به اشتراک بذارید چجوریه. من یو آی که دانلود کردم از اینترنت برای ادوبی ایکس‌دی این هستش. یه هم چیزی رو دانلود کردم براتون که توی اینجا کالر رو داریم، کاراکتر رو داریم و اون کامپوننتی که درست کرده و ویدیو هم نداریم. من میخوام این پروژه رو کامند اینتر که بذارم، میتونم قشنگ ببینمش توی صفحه. میبینید میخوام با دیولوپرم شیر کنم. کجا رفت؟ این دو قسمت شیر، ویو سیتینگ رو میزنم روی دیولوپمنت و کرییت لینک رو میزنم. میبینید براتون یک لینکی میسازه. منتظر میشیم که روی کلاب پلوت کنه. این لینک رو بر میداریم، توی صفحه براوزر باز میکنیم، میاریمش اینجا. این چیزی هستش که شما این لینک رو میدید به دیولوپرتون. خیلی راحت دیزاین شما مشخصه، همه موشن ها، همه کارهایی که شما میخواید، انیمیشن هایی که میخواید انجام بدید قشنگ اینجا مشخصه. وقتی روی کد کلیک میکنید شما قشنگ رو هر کدوم از چقدر گفتم قشنگ تو این قسمت واقعا قشنگ ها. شما حتی تو قسمت نمایش میتونه لینیر گردینتا رو ببینید که این رنگی از کجا شروع شده و به چه رنگی با چه زاویه ای اومده، اپاسیتیش چقدره، دراپ شادوش چقدره، چقدر سایه داره، سی اس اس اجازن چی هستش که کده اچ تی ام ال سی اس اس خیلی به دردتون میخوره دیگه توی وب، مثلا باید بلد باشید. که تو ادامه این کانالی که هستش حتما اینا رو هم بهتون یاد میدم. حالی استپ بای استپ دیزاین شروع کردیم، دو هفته دیگه گیت رو شروع میکنیم. فکر میکنم گیت توی 5-6 جلسه بتونیم تمامش کنیم و مهمترین چیزاشو بهتون بگم. اینو سفرم هم دارم همینجوری میبرم پایین که ببینیم دیزاین چه جوریه و روی اینو کلیک میکنم که کالر هم ببینید. بعد میریم تو قسمت HTML CSS که اونجا فلکس رو بهتون یاد میدم تا ببینیم ادامهش دیگه به کجا میخوایم بریم و اون ایده باحاله که
هنوز دنبال کارشم تا بتونم درستش کنم. خیلی خیلی راحت شما میتونید از اینجا اینوایت کنید باز نفرات دیگر رو. اینجا باز یه سری کدای روت رو میتونید ببینید که اینا مثلا اگه بخواید سس بنویسید خیلی به دردتون میخوره. یه سری اینجور چیزا رو مثلا فونت و کالرای بیس رو داشته باشید، حالت وریبل تعریف میکنید و دیگه از اون استفاده میکنید. این پایین هم که میبینید حالت سی اس اس داره، کالرا، کرکترا و یه پروژه فوق‌العاده است. یه دیزاین دیگه هم من خودم زده بودم تو این چند روزه، البته خیلی هول هولی شده شه. همچین چیزی هنوز پروتوتایپ نداره. یه همچین سیستمیه با همچین حالتهایی. والا تک تک من اینا رو بهتون یاد میدم و بتونی یه دونه صفر تا صد یه دونه دیزاین رو انجام بدید. اونا تو قسمت تیپس اند تریک میگم، باز میگم اونجا چون اونجا خیلی خیلی چیزای تکنیکال تر یاد میگه. الان شما فقط بیس ادوبی ایکس دی رو یاد گرفتید و میدونید که المانش به چه درد میخوره و چه جوری میتونید ازش استفاده کنید توی دیزاینتون. حالا چیزای دیگه خارق العاده میخواید یه ذره باید خودتون هم سرچ کنید. چیزای خیلی باحالی هستش توی اینترنت که میتونید اونا رو خودتون طراحی کنید. منم تو آموزش ها بهتون یاد میدم باز. پس این جلسه رو امروز تموم میکنیم، یعنی قسمت آخر ادوبی ایکس دی هستش. آشنایی کاملی شما تقریبا با ادوبی ایکس دی الان دارید و اصل کار توضیح داده شده. قسمت 13 هم بود و اینکه منتظر لایک و سابسکرایبتون هستم و کامنت حتما بر من بذارید. اگر به چیزی توی دیزاین احتیاج داشتید حتما توی کامنت ها بنویسید که من براتون انجام میدم. پس دو هفته دیگه با آموزش گیت همراهتون هستم. مرسی، ممنون، فعلا میبینمتون.